کمیته بین‌المللی حقوقدانان اعلام کرد مصاحبه رئیس محکمه عالی جنایی عراق علیه مجاهدین که آگهی آن پیشاپیش در تلویزیون حکومتی عراق تبلیغ می‌شد، به دستور مستقیم مالکی پس از بازگشت از تهران در ماه گذشته صورت گرفته بود. ناظم عبودی می‌گوید به صورت ناگهانی در معرض برخی سوالات قرار گرفته. آنچه او گفته است اعتبار قضایی ندارد. تلویزیون حکومتی مالکی در بغداد از روز شنبه 13 آذر به پخش یک آگهی تبلیغاتی از مصاحبه یک قاضی به نام ناظم عبودی رئیس محکمه عالی جنایی عراق علیه مجاهدین مبادرت کرد. ما دور هذه المنظمة وعلاقتها بالمحكمة الجنائية العراقية؟ المنظمة الإرهابية كما صنفت حاليا، هذه المنظمة عادت في العراق بس الله قضاء والقضاء حد السيف، من يرتكب جريمة يعاقب ويحاسب. متعاقبا قاضی مزبور در مصاحبه خود که دوشنبه شب از تلویزیون حکومتی پخش شد صراحتا اذعان کرد که دستگاه او یک ارگان جداگانه قضایی است که با دادگستری و شورای عالی قضایی عراق هیچ رابطه ای ندارد و از نظر اداری و ملی به نخست وزیری نوری مالکی وصل است و از آنجا که ملت عراق یک ملت مسلمان است بر اساس اصل قصاص عمل می کند. یعنی غیر مرتبطه مجلس القضاء به شکل من اشکال، وانما مرتبطه بمجلس الوزراء اداريا وماليا، ليس لها اي ارتباط بمجلس الوزراء او غيره. نحن كشعب اسلامي شعب مسلم لدينا مبدا القصاص. قاضی مزبور برای در بردن مالکی از پیگرد دادگاه اسپانیا و مسئولیت مستقیم مالکی در حمله و کشتار 6 و 7 مرداد در سال 88 در قرارگاه اشرف و همچنین برای فراری دادن مالکی از عواقب جنایت‌های افشا شده در اسناد ویکیلیکس خاطر نشان کرد که مأموریت دادگاه او صرفاً محدود به وقایع سال 1968 تا اول ماه مه 2003 در عراق است و هیچ مسئولیتی درباره هر آنچه خارج از این محدوده زمانی رخ داده است ندارد. من محكمة الاختصاص من 17 تموز 1962 لغاية 1/5/2003 الجرائم اللي تقع خارج هذين التاريخين محكمة غير مسؤولة عنه ولا تخطو فيه ولا. ناظم عبودی در توصیفات و فضیلت‌های دستگاه خود گفت این دادگاه بسا بیشتر از معیارهای بین المللی را رعایت می کند، به نحوی که متهم می تواند روی صندلی بنشیند و به او قلم و کاغذ هم داده می شود و می تواند صحبت و حتی اعتراض کند. این محکمه طبقت المعایر الدولی بحذافیرها و اکثر من هذا، یعنی المتهم جالس على كرسي موفر له الورق وقلم يقدر يعترض يقدر يحكي، موفر له اذا ما عنده وكل محامي وكل محامي يستطيع ان يصمت ما يجاوب ولا يعتبر هذا دليل ضده. نعم، كل الضمانات الدوليه موجوده في هذه المحكمه وبشكل متميز. نعم، يعني انا اذكر لك على سبيل المثال لدينا موقوفين في هذه المحكمه يقدموا لي قائمه بالتجهيزات اللي نجهز لهم اياها. نعم، تجيني قائمة اقسم بالله العظيم يعني كأنما فندق في 5 نجوم بتوفروها لهم مجانا هذي؟ نعم، نوفر لهم الحليب والبيض والجبن والزبن المستلزمات الطبية والعصائر والمستلزمات الطبية. نعم، حتى مكائن الحلاقة وكل الامور اللي يدوها توصلهم. يعني هذه الطلبات راح تشجع كثير من المتهمين ينضمون للمحكمة الجنائية. انا استغربت لانه انا ما كنت رئيس محكمة. نعم، استلمت جابوا لي قائمة مرة. نعم، من المرات انقطع الكهرباء والمولدة عطلت، رحت جبت المولدة مال بيتي مولدة صغيرة حطيت لهم اياه ووفرت لهم مراوح حتى. نعم، يصير فيهم شيء. نعم، يعني هاي المعاملة الإنسانية يعني وفرنا لهم اياها بشكل مو طبيعي أصلا. ذكرت في ثنايا حديثك موضوع منظمة مجاهدي خلق. نعم، يعني ما دور هذه المنظمة وعلاقتها بالمحكمة الجنائية العراقية العليا؟ الحقيقة منظمة مجاهدي خلق منظمة إرهابية كما صنفت عالميا. نعم، هذه المنظمة عاثت في العراق فسادا،
ابتداء من الانتفاضة وقبل الانتفاضة اشتركوا بها من كركوك والكردستان الى البصرة، يعني منطقة كلار، كفري، خانقين، مندلي، طوز خرماتو، كركوك وتصاعد للشمال. واحنا ما متهمين كل المنظمة، احنا متهمين عدد من الاشخاص، يعني فقط المتورطين في هذه المنظمة. فقط. نعم. من هي الجهة التي تحرك هذه الشكاوى ضد هذه المنظمة؟ ها. الجهة التي تحرك شكاوى العراقيين. نعم. يعني سواء كان افراد او مؤسسات. افراد او مؤسسات، عندنا شكاوى، عندنا شهادات عيانية، دولنا اقوال ثلاثة شهود شهادتهم عيانية ويعملون في نفس المنظمة، يعملون في نفس المنظمة وأدوا بشهادة عيانية متكاملة ومعززة بالصور والسيدي. عندكم موقوفين من هذه المنظمة؟ لا. أعطيت تحقيق؟ لا ماكو. طيب من هذه المعلومات يعني من أين تم استسقاها؟ أي معلومات؟ بخصوص منظمة مجاهدي خلق. هاي قلت لك أكو شهود عيان وأكو وثائق مال من صدام، إضافة للشهود اللي منعتهم شهدونه. نعم. ايه. وبعد تعمل بعد شهود آخرين. نعم. بازی مزدور در قسمت دیگری از اظهارات خود برای توجیه اینکه چگونه چنین شهود و اسنادی ثبت شدند و چرا در 7 سال گذشته خبری از آن نبود، رئیس پیشین همین داه را متهم کرد که بر روی این پرونده ها سرپوش گذاشته بود و اکنون از زمانی که مالکی او را منصوب کرده است پرونده ها فعال شدن. هيك هذا الملف كان غير مفعل ومغطى عليه. من قبل من؟ من قبل الإدارة السابقة مثلا بشكل أو بآخر، سواء كان إدارة سابقة تعمل أو إهمال. لا، الإدارة السابقة للمحكمة، المحكمة كان مهمل، يعني ما عارفت أهمية. عندما تسلمت إدارة المحكمة فعلت هذا الموضوع، كل الدعاوى الموجودة بالتحقيق طلبت تفعيلها. احنا ما مرتبطين بوزارة العدل. العدل لو بشكل فردي؟ لا، ما لها علاقة بوزارة العدل. وارسلنا مدير الشرطة الانتربول في العراق تابع لوزارة الداخلية ومعها ممثل عن المحكمة، واستطاعوا ان يثبتوا انه بد من القاء الاشخاص المتهمين سواء كان من جانب النظام السابق او من نظام المجاهد الخلق. ماكو ما عاد القضاء، ما بمجاملة. نعم. القضاء قضاء، والقضاء حد السيف. احدهم في يوم من الايام، احد المسؤولين الكبار يعني، اتصل بي بشكل من الاشكال. العراقيين؟ العراقيين. نعم. وقال لي ما يشبه الكلام، انه اذا حاكمت منظمة مجاهدي خلق ستؤثر على وضع العراق السياسي والعالمي وتعتبر محاضاة الى ايران. هؤلاء خاضعين محكمتكم اداريا لو منفصلين؟ لا، اداريا خاضعين. خاضعين. ايه. بمرتب شهري؟ طبعا. در پی اعتراض‌های گسترده حقوقدانان بین المللی و وکلای عراقی و کشورهای عربی به این اقدام ننگین مالکی و بازیچه قرار دادن ارگانهای عراقی از سوی رژیم آخوندی، کمیته بین المللی حقوقدانان پس از ارتباط با مقامات عراقی از جمله تماس با شخص ناظم عبودی اعلام کرد مصاحبه تبلیغاتی رئیس محکمه عالی جنایی و ظاهر شدن رئیس دادگاه در نقش شاکی که در عرف حقوقی عمل بسیار شرم‌آوری است و هرگز هیچ قاضی و رئیس مستقل دادگاه مرتکب آن نمی شود، به دستور مستقیم مالکی پس از بازگشت از سفر تهران در ماه گذشته صورت گرفته است. ناظم عبودی میگوید به صورت ناگهانی در معرض چنین سوالاتی قرار گرفته و آنچه گفته است به معنی حقوقی فعال کردن یک پرونده قضایی نیست و از این رو اعتبار قضایی ندارد. به اعتقاد کمیته بین المللی حقوقدانان به نظر می‌رسد آنچه از تلویزیون حکومت مالکی علیه مجاهدین با ویترین قضایی ارائه و پخش شده است و مکمل آن هم مصاحبه دانایی فر سفیر رژیم ایران در روزنامه نیمه رسمی از صباح در 5 دسامبر 14 آذر ماه می باشد، واکنش حقیرانه تدافعی در برابر بیانیه سمپوزیوم حقوق دانان بین المللی در دفاع از اشرف
و قطعنامه 25 نوامبر پارلمان اروپا است.